عزیز و ارجمند، درود فراوان بر شما. توجهتون رو جلب میکنم به گفتار تحلیلی این هفته. همونطور که میدونید، بسیاری از فعالان جنبش در داخل و خارج از کشور پیوسته این سوال رو مطرح میکنن که آینده این جنبش، جنبشی که در خرداد 88 آغاز شد، چه هست و به چه سمتی میره. و به نظر میرسه که این پرسش پیش از پیش داره یک پاسخی رو میطلبه، برای اینکه بشه به اصطلاح آینده فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی رو پیش بینی کرد و برای اون برنامه‌ریزی کرد. همونطور که میدونید، هر جنبشی احتیاج به 4 عنصر داره. یکی هدف هست که باید مشخص باشه به چه چیزی میخواد دست پیدا بکنه. دوم استراتژی هست که باید معلوم باشه برای دستیابی به اون هدف از چه استراتژی قراره پیروی بشه که مسیر تعیین شده برای دستیابی به هدف هست. و بعد تاکتیک هایی که قراره در هر مرحله از این استراتژی به اصطلاح مورد استفاده قرار بگیره. و برای هر تاکتیکی میبایستی یک یا چند راهکار پیشنهاد بشه که به طور عملی کار رو به پیش ببره. با این توضیح ما میتونیم از خودمون سوال بکنیم که جنبشی که سال گذشته آغاز شد، کدوم یکی از این عناصر رو در خودش داشت و کدوم یک رو نداشتش. به عبارت دیگه، هدفش چی بود، استراتژیش چی بود، چه تاکتیک هایی برای پیاده شدن این استراتژی داشت و چه راهکارهای مشخصی برای عملی کردن تاکتیک ها. اگر با این نگاه به جنبش خرداد 88 نگاه بکنیم، متوجه میشیم که بسیاری از این عناصر به صورت نامشخص و نامتعین در اون جنبش قرار داشت. و به همین دلیل هم عملا وقتی که رکود جنبش آغاز شد بعد از 22 بهمن، مشخص شد که یه سری از ضعف‌ها بوده در درون جنبش که از جمله نامشخص بودن همین پارامترهایی هستش که خدمتون گفتم، که معلوم نبود هدفش به طور عینی چیه. هدف بسیار متغیر بود. و بعد اینکه چه استراتژی ما داریم، مثلا برای اینکه بتونیم انتخابات رو باطل بکنیم یا به قول بعضی دیگه برای اینکه بتونیم دولت احمدی نژاد رو پایین بکشیم، اینها همه نامشخص بود. و به خصوص زمانی که چهره هایی مانند موسوی و کروبی به عنوان رهبران این جنبش مطرح شدن، در گفتمان اونها خیلی سریع غیبت هر گونه به اصطلاح مسیردهی مشخص به جنبش آشکار شد و کلیگویی ها و پرداختن ادبیات وار یا شاعرانه به موضوع آغاز شد و در واقع اینها به سخنرانی درباره جنبش پرداختن و اینکه چقدر خوبه، چقدر عالیه گسترده بشه و اینکه مردم فعال بشن و صحبت‌های کلی از این دست. ولی اینکه به طور مشخص کنشگران جنبش، مردمی که در صحنه حضور دارن، چه کار باید بکنن، از چه راهی باید عبور بکنن، نقشه راه چی هستش، کجاها باید چه کردش تا بشه به یک هدف مشخصی دست پیدا کرد، این وجود نداشتش. بعد از اون اگر دقت کرده باشید، یعنی بعد از داستان 22 بهمن به این سوی، این حالت ابهام، آشفتگی و ندانمکاری در واقع به صورت عمومی وجود داره. و همین هم سبب شده که با وجود اینکه میزان نارضایتی جامعه از حاکمیت به نسبت خرداد 88 در خرداد 89 بالاتر رفته، افزایش پیدا کرده، عمق پیدا کرده، باز میبینیم که میزان فعالیت هایی که به صورت ملموس در خدمت پیشبرد جنبش هست برای ایجاد تغییر در جامعه بسیار کمه و به نسبت سال گذشته کمتر شده. علتش چیه؟ علتش این هستش که جامعه ایران به نظر میرسه که به دلیل ساخت فرهنگیش و بافت تاریخی که داره، برای حرکت کردن نیاز به پیشرو داره، نیاز به رهبر داره به قول بعضیا، نیاز به یک راهنما داره، نیاز به کسی که جلو بیفته و بعد مردم حرکت بکنن. این مسئله فرهنگی در واقع سبب شده که تا زمانی که یک ابرمرد به اصطلاح یک ابر انسان ظهور نکنه و پیش نیفته، توده ها معمولا ساکت و منفعل هستن و در انتظار به سر میبرن. خب این وضعیت در حال حاضر وجود داره و واقعیت این هستش که
صحبتی که با بسیاری از فعالان جنبش به اصطلاح داشتم من نشون داده که این مسئله رهبری بسیار اهمیت داره. اما یک لحظه بیایم بررسی بکنیم ببینیم که شانس این که با بافت کنونی و شرایط کنونی یک چیزی به اسم رهبر مبارزاتی به معنی عملی کلمه، به معنی عملیاتی کلمه بروز بکنه و مردم بتونن با پیروی از او حرکت بکنن و بیان کار مثلا دولت احمدی نژاد یا کار رژیم رو یکسر بکنن چقدر هستش؟ من احساس میکنم با اون ترکیبی که امروز چیزی به اسم رهبری جنبش گرفته این شانس بسیار بسیار پایین هستش. من میخوام به عنوان یک مثال از گفته های اخیر مهدی کروبی که یکی از شخصیت های مطرح و به قول بعضی یکی از رهبران جنبش یا یکی از رهبران نمادین جنبش هستش یاد بکنم. نخست اینو بگم که کاری که کروبی در یک سال گذشته کرده در مورد افشاگری ها و در افتادن با برخی از جناح‌ها یا چهره های نظام بسیار مثبت و قابل ارزش و تقدیر هستش. اما تا اونجایی که بر میگرده به مسئله رهبری کردن یک جنبش، ما باید ببینیم که واقعا توانایی به طور مثال فردی مثل کروبی یا میرحسین چقدر هستش. من اینجا مورد خاص کروبی رو باز میکنم تا بتونیم به عنوان یک نمونه یا مثال ازش استفاده بکنیم. وی چندی پیش در مسابقه که با روزنامه گاردین داشته به صورت نوشتاری توضیح داده که شاید، من نقل قول میکنم، شاید برخی به دنبال تغییر نظام باشند ولی من به دنبال اصلاحات هستم نه انقلاب و دگرگونی نظام. خب ببینید این مهمترین صحبتیه که به نظر من باید در حرفهای یک سال گذشته کروبی مد نظر باشه و هیچ چیز غافلگیر کننده یا تازه‌ای هم نیستش که بگیم اینو نمیدونستیم و الان میخوایم از طریق مصاحبه بدونیم. خیر، این وجود داشته. اما من میخوام ربطش بدم به این پرسش اساسی که در ابتدای صحبتم مطرح کردم و اونی که امروز آیا یک چنین کسی میتونه به نیاز کنونی جنبش جواب بده، یعنی نیاز به داشتن یک به اصطلاح راهبر، به یک موتور، به یک مدیر برای اینکه بتونه این جنبش رو به پیش ببره. همونطور که میبینیم زمانی که مهدی کروبی بعد از یک سال و بیش از یک سال سرکوب خونین و بسته بودن تمامی مفرهای قابل تصور در درون نظام جمهوری اسلامی برای هر گونه تغییر، دگرگونی، تحول، اصلاح میاد و باز اعلام میکنه که من به دنبال اصلاحات هستم، معنیش این هستش که من با واقعیت جامعه، واقعیت رژیم، واقعیت نظام جمهوری اسلامی و واقعیت جنبش کاری ندارم. از اونجایی که من خودم یک زمانی متعلق به این نظام بودم، خواهان نابودیش نیستم، خواهان سرنگونیش نیستم، بلکه خواهان اصلاحش هستم. بسیار خوب. پس می‌بینیم که این آدم صادقی هستش، داره بیان میکنه که من میخوام این نظام رو اصلاح بکنم، ولی واقعیت این هستش که این نظام اصلاح پذیر نیستش و تمامی اخبار، گزارش ها، فکت ها، پژوهش ها، تجربیات، مشاهداتی که داره به ما میگه که این نظام نه فقط اصلاح پذیر نیست، بلکه گام به گام سرسختتر و غیر قابل انعطافتر و منجمدتر داره میشه. خب متوجه میشیم پس این آدم صرفا بر اساس، یعنی مهدی کروبی بر اساس باورهای ایدئولوژیکش، باورهای اعتقاداتش داره نسبت به جنبش اظهار نظر میکنه و به هیچ عنوان به واقعیت صحنه نگاه نمیکنه، به سرنوشت جنبش نگاه نمیکنه، به اون چیزی که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام منجمد دیکتاتوری داره از هر سوی نشون میده که من حاضر نیستم نه بر سر مسئله قانون، نه انتخابات، نه به اصطلاح آزادی های مدنی، آزادی های اجتماعی، حقوق بشر، سر هیچ نقطه‌ای من حاضر نیستم عقب نشینی بکنم، اینو نادیده میگیره. حالا این نادیده گرفتن سبب میشه که خب وقتی که بخواد یک دلخوشی بده به افراد، به جامعه در مورد اینکه چه کار میشه کردش، من اشاره میکنم به همین مطلبی که از قول آقای مهدی کروبی منتشر شده، یک پیامیه به مناسبت ماه رمضان که داره میگه خب پس حالا که ما هیچ راهکاری نداریم و میخوایم یه جوری نظام اصلاح بشه،
اصلاح شدنی نیست ولی ما میخوایم اصلاح بشه. خب باید چیکار بکنیم؟ در این صورت بهتره که رجوع بکنیم به خداوند. برای همینه که شما میبینید در این پیامی که برای ماه رمضان داده از خدا میخواد که یک تغییری به وجود بیاره و این رو من به اصطلاح نقل قول میکنم: بار خدایا اصلاح و تشدیدی در وضعیت نابسامان ما فراهم آور و گری از کار فروبسته این جامعه که به علت ندانمکاری، سوء مدیریت و احیانا خیانت به جانب افول و سقوط پیش می رود بگشا. خب ببینید، زمانی که شما میاد یک نظامی رو که اصلاح ناپذیره به امید اصلاحاتش می خواهید بشینید و مردم رو هم تازه می خواهید دعوت کنید که برن و تابع این جریان باشن که در انتظار بشینید ایشالله یه چیزی میشه، در نهایت مجبور میشید نامه برای خدا بنویسید، در نهایت مجبور میشید رو دست به دامن خدا دراز بکنید و بگید خدایا تو یه کاری بکن. ایشون در این نامه در مورد وضعیت، در مورد اینکه مردم رو صبر بده که به اصطلاح تحمل بیشتری داشته باشن، به مسئولان ما همیت عطا فرما که بیش از این جامعه را در خطر فقر و انحطاط نیندازن و به قهقرا مذلت نکشانن. خدا بایستی به احمدی نژاد و باندش در واقع یه کاری بکنه، یا اینکه در مورد زندانیان از خدا میخواد که یه گره از کار اونا باز بکنه. بنابراین این سوال برای ما مطرح میشه که آیا واقعا میبایستی ما سرنوشت یک جنبش، سرنوشت یک جامعه، سرنوشت کشورمونو که در آستانه یک جنگ احتمالی، جنگ خانمانسوز قرار داره، آیا این رو واگذار بکنیم به افرادی که هر چقدر هم آدمهای خوبی باشن، آدمهای به اصطلاح با نیت خیری باشن، آیا اینا میتونن برای این جنبش کاری بکنن؟ اینا میتونن مدیر و راهبر یک تحول و تغییر واقعی باشن؟ زمانی که شما باید بدونید که چگونه میخواید گام به گام حرکت رو پیش ببرید که بتونید در یک جایی از این باند جنایتکار حاکم خلع قدرت بکنید و مردم رو در صحنه داشته باشید و مردم وارد کنش بشن و این کنش طوری باشه که بتونن به اون چیزی که آرمانشون هستش، هدفشون هستش دست پیدا بکنن. آیا با نامنگاری در آستانه به صلاح ماه رمضان میشه این کارو کردش؟ و به خصوص این که در پایان نامشون ایشون پیامشون ایشون سفارش میکنن که با تلاوت قرآن و روزه و نماز و دعا و سحر و اینا، به خصوص در شبهای لیلت القدر، یه خبرهای خواهد شد، یه اتفاقات خواهد افتاد. خب ببینید وقتی قضیه اینقدر لوس میشه، وقتی به اصطلاح نبود یک جریان جدی که بتونه جنبش رو به عنوان یک واقعیت مادی اجتماعی پیش ببره، مسلمه که داستانی میشه که در نهایت برای پیروزی جنبش سبز بایستی منتظر شبهای لیلت القدر بشیم که قرآن به سر بگیریم، بلکه یک خبری بشه و یک تحولی اتفاق بیفته. برای همین هموطنان عزیز، من مایل هستم که از تمامی فعالان جنبش، از تمامی کسانی که خودشون رو جزی از جنبش یا جنبش سبز میدونن یا اصلا خودشون رو سبز میدونن و در این جریان میدونن، هر عنوانی که شما بگذارید، من دعوت میکنم به واقع گرایی، به واقعیت بینی، به عینی گرایی، به اینکه یک جنبش اجتماعی رو با دعا و به اصطلاح آرزو و اشعار و نمیدونم ادبیات نمیشه به جای رسون. نیاز داره به یک جریانی که بدون هدف چیه، کجاست، استراتژی لازم برای رسیدن به اون هدف چیه، تاکتیک های مناسب برای اجرای این استراتژی چیه و چه راهکارهای مشخصی، چه راهکارهای مادی که در تهران و مشهد و اصفهان و مناطق حاشیه نشین قابل اجرا باشه، برای شبکه سازی، برای ایجاد شبکه های اجتماعی، برای سازماندهی، برای خود سازماندهی، این مورد نیاز هستش اگر قراره که ما چیزی به اسم پیروزی جنبش رو داشته باشیم. برای همینه که من دعوت میکنم از همه فعالان که با مسئله جنبش به عنوان یک امر عینی برخورد بکنن که نیاز داره به پاسخهای عینی و به دنبال این نباشیم که بار دیگه ماها و ماها و چه بسا سالها و سالها خودمون رو با این حرفهایی که جنبه انتزاعی، ذهنی، ادبی، مذهبی داره سرگرم بکنیم. تشکر میکنم از توجه شما. تا گفتاری دیگر.